اولین کاتب قرآن و اولین کافر در تاریخ اسلام عبدالله ابن سعد ابن ابی سر هستش که پیامبر اسلام اون رو مرتد اعلام کرد و برای کسی که اون رو بکشه خونش رو حلال کرد. هنگام فتح مکه محمد به یارانش دستور داد با هیچ کس وارد جنگ نشوید و کسی را نکشید مگر افرادی که به شما حمله کنند و قصد جنگیدن داشته باشند. اما عبدالله ابن ابی سهر را هر کجا دیدید بکشید و امانش ندهید، حتی اگر به خانه امن خدا پناه برده باشد یا زیر پرده های کعبه پنهان شده باشد خونش را بریزید و گردنش را بزنید. به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. عبدالله ابن ابی سر برای اینکه مسلمان بشه از مکه به مدینه رفته بود و بعد از ملاقات با محمد اسلام رو پذیرفته و یکی از یاران نزدیک اون شده بود. یک روز محمد به اون گفت تو زبان عربی رو خیلی زیبا و شعرگونه صحبت میکنی، سواد ادبی و دست خط خوبی هم داری، آیا قبول میکنی آیاتی که به من وحی میشه رو برای من بنویسی؟ ابی سر با جان و دل پذیرفت و اولین کاتب قرآن شد. ابی سر اولین فرد از قریش بود که مورد اعتماد و محرم محمد شد. اون ادبیات عرب رو به خوبی می شناخت و در انتخاب کلمات بسیار دقیق بود. حتی وقتی محمد آیات وحی رو برای اون می خوند، ابی سر قبل از نوشتن بعضی کلمات و جملات قرآن رو برای اینکه شکل بهتری داشته باشند و آیات شاعرانه تری خلق بشند تغییر می داد و از محمد می پرسید آیا این گونه بهتر نیست؟ محمد در بیشتر مواقع از تغییراتی که ابی سر انجام می داد خوشش می اومد و اشکالی نمی گرفت و می گفت به والله این گونه بهتر است. به نقل از کتاب انوار التنزیل و اسرار التعویل، مثلا در انتهای آیه محمد می گفت السمیع العلیم، اما ابی سر می نوشت العلیم الحکیم. محمد هم می گفت هو واحد، یعنی فرقی نمی کنه، اینها یکیست، خدا علیم و حکیم هم هست. این تغییرات زیاد اتفاق می افتاد تا جایی که گاهی محمد با اعتمادی که به تسلط ابی سر به کلمات داشت می گفت هر طور که دلخواه خودت هست و بهتر میشه همون رو بنویس. تا اینکه یک روز محمد آیاتی از سوره مؤمنون رو خوند و هنگامی که به آیه 14 رسید که در مورد چگونگی خلقت انسان صحبت میکنه، ابی سر از شنیدن آیه به وجد میاد و یک دفعه میگه فتبارک الله و احسن الخالقین، یعنی آفرین بر خدایی که بهترین خالقین است. محمد از این جمله شگفت زده میشه و به ابی سر میگه این جمله رو هم که گفتی در ادامه آیه بنویس، این جمله همین الان به من وحی شد. اینجا بود که ابی سر به راستگویی محمد شک کرد و پیش خودش فکر کرد که واقعا همین جمله‌ای که من گفته بودم به محمد وحی شده، یا محمد هر چی که دلش بخواد و خوشش بیاد رو به عنوان وحی خدا به ما میگه. اون به میان مردم رفت و مردم رو در جریان تغییراتی که در آیات انجام میداد قرار داد و گفت محمد جمله فتبارک الله و احسن الخالقین رو از من دزدیده. اگر محمد راست میگه و اینها وحیه، پس به من هم وحی میشه، چون من هم همین کلمات و جملات رو میتونم بگم و اگر من دروغ میگم پس محمد هم دروغگو هستش. علامه مجلسی در کتاب بهارالانوار به نقل از شیخ صدوق داستان تحریف قرآن توسط ابی سهر را تایید میکنه و با چنین دلایلی به توجیه اون میپردازه. منظور پیامبر از این گفتار یعنی هو واحد چنین بود که عبدالله چه بخواهد تحریف کند یا نخواهد بی اثر است، چون وحی به همان صورت نوشته می شود که من آن را املا می نمایم و اگر او تحریف کند جبرئیل آن را اصلاح می نماید. اما باید پرسید که با توجه به گفته شیخ صدوق اگر قرآن قابل تحریف نبود و تحریفات ابی سر پس از نوشتن به فرم اصلی یعنی همونطور که جبرئیل وحی کرده برمیگشتند، پس چرا ابی سر با مشاهده چنین معجزه ای کافر شد و محمد رو دروغگو خطاب کرد؟ به هر حال این طور بود که ابی سر اسلام رو ترک کرد و کافر شد
چرا که باور داشت کسی که از طرف خدا به اون وحی میشه اجازه این رو نداره تا کلام خدا رو تغییر بده. ابیسر با ترک اسلام یک تهدید واقعی برای محمد و قرآن به حساب میومد. به همین دلیل هم محمد اون رو مرتد اعلام کرد و خونش رو حلال دونست. ابیسر که جونش رو در خطر میدید از مدینه فرار کرد و به زادگاهش مکه برگشت، جایی که محمد و ادعای پیامبریش رو قبول نداشتند. ابیسر در مکه به قریشیان گفت: من هم میتوانم جملاتی مثل محمد بگویم و توانایی این را دارم که مثل او آیه نازل کنم و به زودی این کار را میکنم تا بفهمید محمد دروغ میگوید. وقتی محمد این خبر را شنید، آیه 93 سوره انعام رو برای رد ادعای ابیسر خوند که میگه: و کیست ستمکارتر از کسی که به خدا دروغ میبندد یا میگوید به من وحی شده در حالی که چیزی به او وحی نشده است، و آن کس که میگوید به زودی مانند آنچه را خدا نازل کرده است نازل میکنم، و کاش ستمکاران را در گرداب مرگ میدید و فرشتگان با دستهای گشوده به آنها میگویند جان خود را خارج سازید که امروز در برابر دروغ هایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید مجازات خار کنندهی خواهید دید، خواهید دید که وضع آنها بسیار دردناک و اسفبار است. ابیسر در مکه مشغول زندگی عادی بود تا اینکه محمد تونست لشکر کافی برای حمله به مکه رو جمع کنه. در تاریخ طبری اومده که در روز لشکرکشی به مکه محمد به پیروانش گفت: با کسی وارد جنگ نشوید و خون کسی را نریزید، و در ادامه 13 نفر رو نام برد و دستور داد این افراد رو حتی اگر در خانه امن کعبه پناه گرفته باشند یا در حال چنگ زدن و بالا رفتن از پرده های کعبه باشند هم خونشان را بریزید و گردنشان را بزنید. اولین کسی رو که نام برد عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر بود. این روایت علاوه بر تاریخ طبری در کتب معتبر بسیاری ذکر شده، اگرچه در تعداد نفراتی که محمد دستور قتلشون رو صادر کرده اختلاف نظر وجود داره، اما در تمامی این منابع نام عبدالله ابن ابی سهر در بین این افراد ذکر شده. نام سه زن شاعر هم در بین اسامی وجود داشت، زنان شاعری که اشعارشون خوشایند محمد نبود، چون در شعرهاشون اسلام رو نقد و رد می کردند و محمد رو دروغگو معرفی می کردند. در کتاب سیرت رسول الله که از نخستین کتاب‌های نوشته شده از زندگی پیامبر اسلام هستش گفته شده که بعد از فتح مکه ابیسر که دوباره جانش رو در خطر دید تصمیم گرفت به منزل عثمان که برادر رضایی او بود پناه ببره. عثمانی که بعدها خلیفه سوم مسلمین شد برادر رضایی یا همون برادر شیری ابیسر بود، یعنی مادر ابیسر به عثمان هم شیر داده و هم در کودکی از اون پرستاری کرده بود. عثمان که رابطه خوبی با محمد داشت و در برابر ابیسر هم دین به گردن داشت به اون پناه داد. بعد از گذشت مدتی از فتح مکه عثمان و ابیسر به دیدار محمد میرن تا طلب بخشش کنند. ابیسر اعلام میکنه که توبه کرده و دوباره مسلمان شده و عثمان مدام اصرار میکنه که محمد ابیسر رو ببخشه، اما محمد فقط سکوت میکنه. در آخر عثمان میگه: او را بر من ببخش، و محمد تنها یک کلمه میگه: چنین باشد. این به معنای بخشش بود و عثمان و ابیسر با خوشحالی اونجا رو ترک میکنند. اما بعد از رفتن اونها محمد به یارانش میگه: من سکوت کردم تا یکی از شما بلند بشه و سرش رو بزنه. یارانش با تعجب پرسیدند که: یا رسول الله، پس چرا به ما اشاره ای نکردی تا سرش رو قطع کنیم؟ محمد پاسخ داد که پیامبر با اشاره کسی رو نمی کشه. باید گفت که این ماجرا در منابع دیگه هم مثل مجمع البیان، تفسیر قرطبی، بهارالانوار و تاریخ طبری به همین صورت ذکر شدند. بعد از این جریان ابیسر دیگه در چشمهای محمد نگاه نکرد و اگر در راهی محمد رو میدید مسیرش رو عوض میکرد، اما همچنان مسلمان باقی موند تا هم جونش رو حفظ کنه و هم از منافع اسلام استفاده کنه.
بعد از مرگ محمد و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر، نوبت به عثمان رسید و ابی سهر که خودش رو مدیون عثمان میدونست، برای به خلافت رسیدن اون تلاش زیادی کرد. بعد از به خلافت رسیدن عثمان، ابی سهر در وفاداری به عثمان در جنگ‌های زیادی شرکت کرد که در یکی از اونها مسلمان‌ها مصر رو فتح کردند و عمرو عاص والی مصر شد و حکمرانی بخشی از مصر هم به ابی سهر رسید که بعد از مدتی عثمان ابی سهر رو به جای عمرو عاص والی مصر کرد. اما زمانی که علی ابن ابی طالب به خلافت رسید، ابی سهر رو از حکومت برداشت و کس دیگه‌ای رو به جای اون گذاشت. ابی سهر با علی و معاویه بیعت نکرد و در نهایت در سال 35 قمری در شهر اسقلان یا اشکلون فعلی در کنار دریای مدیترانه و در سن 57 سالگی درگذشت. اون اولین کاتب و اولین مرتد در تاریخ اسلام هستش و میشه گفت باهوشترین فردی که هم مرتد شد و جون خودش رو حفظ کرد و هم تونست تا آخر عمر از منافع اسلام استفاده کنه، اما هرگز کسی نفهمید که در دل اون چه میگذشت. با سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.